کامران بشنوه بی خبر از اون کار میکنی خیلی ناراحت میشه. آخه اگه الان بهش بگم بد اخلاقی میکنه، بعدن میگم عادت میکنه، قبول میکنه. آها خودشه، همین خونه است. من اینجوری نصف نیمه هیچی نفهمیدم. نتونستیم درست حسابی حرف بزنیم. تا روز تعطیل صبر کن دیگه. بعدش توی فرصت مناسب تو، من و یوسف با هم دیگه قرار میذاریم. من برم. میبینمت. مرسی یوسف. ممنونم. خدافظ. مدرسه ما یه مدرسه مدرنیه. تو مدرسه‌مون چیزی به اسم دیسیپلین باقی نمونده. شما دارین از مدرنیته حرف میزنین. این کجاش مدرنه؟ اینجور که شما میگین ما نمیتونیم با ترسوندن دانش آموزامون باهاشون ارتباط برقرار کنیم. معلم باید دیسیپلین داشته باشه. شما از دیسیپلین فقط ترکه کتک زدن رو یاد گرفتین؟ البته که باید باهاشون دوست بشیم. دوره معلمایی که ترکه میگرفتن دستشون خیلی وقت گذشته. با اجازهتون. کجا آقا کامران؟ جلسمون هنوز تموم نشده. کجا دارین میرین؟ اینم قسمت میکنیم. باشه. بفرمی. ممنون. بیا. گفتی قسمت میکنی. باشه. ولی تو قیچی و دستت نگیر خب؟ بیا اینجا. آقا کامران، میدونی امروز یوسف کجا رفته؟ قرار بود بره دیدن فریده، اما نمیدونم کجا میخواستم برن. چطور مگه؟ کامران کی اومدی؟ دارم میرم مامان. چرا اومدی که بری پسرم؟ اومدم حالا دارم میرم دیگه مامان. ای خدا اگه نرم دیوونه میشم. چی کار کنم؟ خوابیده. من میبرمش سر جاش. چیکار کنم؟ منتظر بمونم؟ یعنی بیدار میشه؟ تمام شب گریه کرده، خیلی بیخوابه. چرا گریه کرده؟ میخواست عکس مامانش رو ببینه. آقا مرادم بهش اجازه نداد. چرا نمیذاره عکس مادرش رو ببینه؟ دیروزم توجهمو جلب کرد. یعنی حتی یه عکسم از زن مرحومش تو خونه ندیدم. منظورم اینه که جالبه حتی یه عکسم ازش ندارم. چی بگم؟ اجازه بدین ازتون پذیرایی کنم. بهتره من برم. ولی هنوز ساعت کارتون تموم نشده. درسته ولی بچه خوابیده. خود دانین، اما آقا مراد تو اینجور مسائل خیلی حساسن. آقا مراد رو نمیشناسم، اما هیچ کس نمیتونه تو اینجور مسائل از من حساس تر باشه. من تو روز تعطیل کلاس میذارم و جبران میکنم. از کار که فرار نمیکنم. شما اشتباه متوجه شدین. اگه آقا مراد بیاد ببینه شما نیستین عصبانی میشه، ناراحتتون میکنه، چون اونو نمیشناسین. میگم
بله، به نظر من اون یه شبهه. خیلی با مزه این. خب دارم به بچهش درس یاد میدم ولی هنوز نتونستم ببینمش. حتما وقتی مقام یکی از آدم خیلی بالاتر باشه اینطوری میشه. نگران نباشین، اون اگه بخواد شما رو ببینه خودش رو نشون میده. چقدر حلال زده است آقا مراده. بله. خوش اومدین آقا. ممنون. لطفا یه قهوه برام درست کنید. لطفا یه قهوه برام درست کن. خوش اومدی آقا. ممنون. خوش اومدی. سلام علیکم. بیا نور چشمم بیا. بیمارستان بودی؟ صبح اونجا بودم. نریمان چطوره؟ آمپولو زدم، شب راحت خوابید. تو از چیزی ناراحتی؟ خیر باشه. با اصناف آشتی کردی؟ این پسرا حال همشونو جا آوردن. چیزی شده؟ حرف مفت دیگه، همش همون حرفا. مثل چی غیبت میکنن؟ هنوز به خاطر انتقال خون؟ این دفعه هم عاقد و نجمیه رو انداختن سر زبونشون. عقد و ندیمان مهم نیست، ولی این که حرف نجمی افتاده سر زبونشون یکم اعصابمو خورد کرده. اصلا اعصابتو خورد نکن. نجمیه رو شوهرش میدیم، هم خسته نخوره هم ازدواج کنه تو دهن مردم بسته بشه. میگی شوهرش بدیم، ولی مگه کسی پیدا میشه پسرم؟ یوسف فکر کنم شوهر خوبی برای نجمیه بشه. آقا مراد میخواد شما رو ببینه فریده خانم. ولی من نمیخوام ببینم ایشون. ببخشید متوجه نشدم. خب ساعت کاریم تموم شده، روز خوبی داشته باشید. یعنی شما میخواییم بدونی که یه قهوه با من بخوریم بذاریم بریم؟ و فکر میکنیم بعدش هیچی تو دنیا عوض نمیشه؟ همینطوره؟ فریده خانوم و همین الان بیار اینجا. یوسف پسر یکی میشناسیمش. درسته بعضی وقتا بیادبی میکنه، اما خودش پسر خوبیه. به نظر من که به هم میان. چطور شد یهوی این قضیه شوهر دادن به ذهنت رسید؟ یهویی چیه بابا؟ هر دوشون دو سن ازدواجن. وضعیت نجمی هم که مشخصه. خودت میگی دهن اصناف بسته نمیشه. من میگم، ولی باید ببینیم اونا چی میگن. وقتی بزرگترا تصمیم گرفتن اونا چی میخوان بگن؟
اینطور نگو بسرم. خودت میدونی چه بلاهایی سر نجمی اومده. بعد اولین ازدواجش معلوم نیست بخواد. میترسم یه وقت فکر کنه که میخوایم از سرمون بازش کنیم. تازه یوسفم پسر جوونیه، شاید دلش پیش کس دیگه ای باشه. لعنت به اون دلش. تو با یوسف مشکل داری پسرم؟ چه مشکلی بابا؟ یوسف کیه؟ کسی که میگی کیه و آدم حسابش نمی کنی و لایق خواهرت میدونی؟ مژگان، من بد جوری فکرم درگیر این کار کردنشه. اون خونه مال کی بود؟ چرا کار میکنه؟ این دختر باید مدرسهش رو تموم کنه. رفتارش اصلا به دلم نمیشینه. منم همینطور. صبر کن، کامران اجازه نمیده، نمیذاره اونجا کار کنه. بس بی زحمت هوای نامزدشو داشته باشه. این چه وضعیه؟ دختر بیچاره اونجا بی پول، بی کس، گرسنه، تک و تنها مونده. اون کار لازم داشت؟ ارثی که از مادر پدرش مونده بود تا آخر عمرش براش کافی بود. کار میخواست چی کار کنه؟ یوسف لطفاً بس کن. بعد میگم مژگان. اما نباید اوضاع بدتر از این کرد. آره، عقب و توه، ولی وقتی چکاوک اونجا تو اون وز دیدم دلم آتیش گرفت. خیلی ناراحت شدم. تو بی زحمت با کامران حرف بزن. اگه قرار آشتی کنن بکنن، وگرنه ما آشتیشون بدیم. فریده انگشترشو دستش کنه، نامزدش بالا سرش باشه. دیگه از این کارهای مسخره به فکرش نزنه. دختری که با ازدواج کنه بیچاره میشه. چرا؟ حال روزتو ببین، فکر کنم نظری حتی تا سر کوچه بره. ای خدا، تا اون هم؟ نمیدونم. خب تو بگو. خب کسی تو زندگی تو هست؟ مشکل تو با یوسف چیه پسرم؟ مشکلی نیست بابا. چقدر استار میکنی؟ ما برای همین انقدر با هم دعوا میکنیم؟ ما کی میونمون با هم خوب بوده؟ خب هم میگی میونتون بده، هم میگی داماد خوبیه. خیر باشه. چون ما مجبوریم. حالا شد. برو سر اصل مطلب. چرا باید مجبور باشیم؟ تعریف کن تا اصل قضیه رو بفهمم. نجمیه حامل است. حامل است؟ ای عرابه چی؟ عرابه چی؟ عرابه را نگه دار. ای عرابه چی؟ نوردان خانم چی شده؟ فرده خانم معذرت میخوام، اما فوری باید با ما بیاین. چی شده؟ گل چطوری شده؟ اگه خجالت میکشی سوالمو ندیده بگیر. نه، به خاطر اون نیست مژگان. مال من فقط یه رویاست. چرا اینطوری میگی؟ شاید بشه. مگه ممکنه؟ در شأن اون نیست که من پیشش باشم یا تو قلبش باشم، اما یه جورای همیشه پیششم. یعنی چی همیشه پیششی؟ ول کن بابا، من از وضعیتم راضیم. من با چشمام دوستش دارم مژگان. دورا دور اون حتی منو نمیبینه، اما خوبه که نمیبینه. اگه ببینه نمیتونم تو صورتش نگاه کنم، راستش روم نمیشه. شاید اونم راجع به تو همین فکرها رو میکنه. نه بابا دیگه چی؟ ممکن نیست. از کجا میدونی؟ بیا منو نگاه کن. تو خودت منو نگاه میکنی؟ من بی پولم، پسر سرایی دارم، حتی خوندن نوشتنم بلد نیستم. یه لقبام فقط خوندن عددا رو بلدم. اگه بابات بیاد بپرسه. بابام؟ آره دیگه، اگه بابات عمو عزیز بیاد بپرسه بگه پسرم تو چی کاره ای، چی بگم؟ بگم کله پوکم؟ بگم کله پوکم و خیلی خوب کله میزنم؟
بابات همچی میزنه تو گوشم که پرد میشم اون ور دنیا. تو هم تمام روز پشت پنجره چشم رام میمونی. ولی بابای من همچین کاری نمی کنه. پس دیگه مثل جوونیاش عصبی نیست؟ نیست. ای خدا. یوسف، من این دستمال واسه تو دوخته بودم. واسه من؟ کجاست؟ مگه نخوابیده بود؟ فریده خانم، آقا مراد، چون خودم قهوه ساده دوست دارم گفتم برای شما ساده درست کنم. پس خیلی خوششانسی، شما قهوه خیلی دوست دارین. الانم دو تا قهوه دارید، نوش جونتون باشه. اگه برین بی ادبی کردین. این که راه منو بستین و با زور و حیله منو آوردین اینجا واقعا خیلی مؤدبانه است. راستشون زیاد وقت ندارم، مجبور شدم این کارو بکنم. معذرت میخوام. فکر میکنم شناختن مربی دخترم طبیعی ترین حقمه. البته که حق دارین، اما نه اینجوری. نمیتونید هر تا دلتون میخواد رفتار کنید. دو روزه یه جوری رفتار میکنید که انگار شما از من دلخور شدین؟ به هیچ وجه. فقط حق دارم صاحب خونه‌ای که توش رفت و آمد میکنم و بشناسم، بدونم به بچه‌ای کی دارم درس میدم، چه خانواده‌ای. این بحثو کشش ندیم، از اول آشنا میشیم. من مرادم، شما باید فریده خانم باشین، درسته؟ خوشبختم آقا مراد. منم همینطور. روز خوش. یوسف بلند شو. بفرما. ببین یوسف، من وقتی یه حرفی میزنم دلم میخواد به حرفم گوش داده بشه. اگه موضوع کش پیدا کنه منم کشش میدم. اما تو بچه یه عاقلی هستی، آفرین. گفتم به فریده نزدیک نشو، نشدی. خدای نکرده نرفتی مدرسه دنبال فریده، باهاش قرار نذاشتی. منم به عنوان داداش و بزرگترت ازت تشکر میکنم یوسف. ببین داداش، داداشمی، قبول، بزرگترمی، اما من اون موقعم بهت گفتم این فریده یه فریده دیگه است. مونم تو قلبم دفنش کردم چون واسه من یه رویا بود. به هر حال
من واسه تو و نه واسه چکاوک خطری ندارم. تو آدرس خطر رو اشتباه اومدی. آره رفتم مدرسه، رفتم دنبال فریده، اما به خاطر اینکه با مژگان همدیگر ببینن. ولی حدس بزن چی شد؟ چی شد؟ فریده داره میره سر کار. چه کاری؟ انگار تدریس خصوصی میکنه. همچین خبری نیست. بی خبر از من همچین کاری نمیکنه. حتما یه اشتباهی شده. کی بهت گفت؟ والا خودش گفت. خودم رسوندمش جایی که میخواست بره. فکر کنم مشکل مالی داره. پس اینجوری پول مدرسه رو پرداخت کرده. خواهر یعنی هم دیگر رو دیدن؟ آقا مورد خیلی خوش دیدم اگه نه اومد. خواهر خواهرا کلاس چطور بود؟ بالاخره تونستی با آقا مورد مرموز آشنا بشی؟ یاره بی ادب مردی که خیلی گستاخه. یه اتفاقی افتاده بچه. من از اول بهت هشدار داده بودم. چی شد؟ چیزی نشد. هرچی لازم بود بهش گفتم و اومدم همین. ولش کن. کامران تو مدرسه هست؟ رفت. اما خیلی عصبانی بود. از دست تو عصبانی بود؟ این روزا میانتون شکرابه نه؟ نه مظفر جون. اما حتما یه درد و مشکلی داری. نه نداری. ول کن فریده. انگار من نمیشناسمت. خواهش میکنم تعریف کن بین تو آقا کامران چه خبره؟ آه بسه. وقتی میگم چیزی نشده یعنی هیچی نشده. من میرم تو. ای بابا بفرمایید. روز بخیر. روز بخیر. من اومدم دنبال نامزدم. نامزد شما کیه؟ فریده. فریده به شما درس میده؟ فریده خانم خیلی وقتی که رفته. پس چه خوب، چون فکر نمی کنم دیگه بتونه بیاد تو این خونه. نفهمیدم. اینجوری توضیح بدم، فریده از این به بعد نمیاد سر کلاس، از کار استعفا میده. شما در این مورد تصمیم میگیرید؟ بله من تصمیم میگیرم. متاسفانه باید یه مدت تحمل کنید. حقوق 3 ماه فریده خانم از قبل پرداخت شده. واقعا؟ پس این تمام مشکلات رو حل میکنه. بفرمایید. نمیتونم پول شما رو قبول کنم. تو قبول نکن داداش من، بده به بابات. میگی نامزد معلمم اجازه نمیده کار کنه، اونم واسه که معلم پیدا میکنه. تو سه مدرسه داریم، مدرسه نظامی داریم، مدرسه پزشکی داریم. تو هم برو یه مدرسه درست حسابی. من خیلی وقت درسمو تموم کردم آقای محترم. فریده خانم به دخترم درس میده نه به من. و همونطور که گفتم شما نمیتونین تصمیم بگیرین که ادامه بده یا نه. من تصمیم میگیرم. من نامزد اونم. من شما رو نمیشناسم. اگه فریده خانم میخواد استعفا بده خودش باید بهم بگه. حالا روز خوش. به زودی اونم می که بیادم. نمیخوام فریده خانم بیشتر از این دور برای دخترم باشه. فردا برو مدرسه و به الکسی بگو اگه دختری که تربیت کردن اینجوریه نمیتونم دخترمو بسپرم به اونا. ولی آقا مراد میونشون با گلچه خیلی خوبه. این خونه حریم خصوصی منه. من تو این خونه دختر بچه بزرگ میکنم. نمیتونم تحمل کنم همچین آدمای نامتعادلی بیاندم در خونم. بلم کن.
دستمو ول کن، چی کار میکنی؟ بهت میگم ول کن فریده، سرشته ولم کن کامران، بهت میگم ولم کن، دستمو ول کن کامران، خابرمو بردی، باید حرف بزنی. ولم کن، داری چی کار میکنی کامران؟ تو نمیتونی منو کشون کشون بیاری اینجا، دیوونه شدی؟ شنیدم میری سر کار. آره خب میرم. باید استعفا بدی، نباید بری. نه خیر، استعفا نمیدم. دخترا برین اتاق مطالعه. علی بیت بیت. نکواسا وقتی من میگم باید استعفا بدی، استعفا میدی فرید خانم، اجازه نمیدم، نمیتونی بری تو اون خونه. با چه نسبتی؟ به چه حقی اجازه نمیدی ها؟ کامران ببینم کسی از تو نظر خواست. تو استعفا نده، تو استعفا نده، اون موقع میبینی. وگرنه فرید وگرنه چی ها؟ وگرنه چی کامران؟ ترکم میکنی؟ ولی دیگه خیلی دیره، چون ما قبلا از هم دیگه جدا شدیم. نمیتونی تو زندگی من دخالت کنی، من به کارم ادامه میدم کامران، تو هم باید به نظرم احترام بذاری. تو پول لازم داری؟ من خرجتو میدم، مگه تو امروز ندادم؟ این همه مدت تو خرجمو ندادی، همچین مسئولیتی نداشتی، همچین احتیاجی هم نداشتیم. من با چیزایی که بابام برام گذاشته بود به اینجا رسیدم. تو هم همه اونا رو برای من خرج کردی، مگه نه فریده؟ من همه چیزو ازت گرفتم. من منظورم این نبود. نگران نباش، من همشو بهت پس میدم، امارتو بهت پس میدم فریده، پولی هم که از بابات برات مونده بود بهت پس میدم، اصلا نگران نباش. نه عزیزم، بی خودی داری به دل میگیری، من از هیچ کس هیچی نمیخوام، چشمام دنبال هیچی نیست، یه لقمه و یه لباس برای من کافیه، اما تو مسئولیتای دیگه ای داری. کامران تو قراره بچه دار بشی، خواهرت قراره بچه دار شه، به قدر کافی مسئولیت داری، ولم کن. تو چون به فکر من این کار میکنی فریده؟ نه، به خاطر احترام و باوری که به خودم دارم میخوام کار کنم، کار میکنم که به خودم ثابت کنم میتونم. کامران من کار میکنم تا بچه لایقی برای بابام باشم، تنها چیزی که میخوام اینه که روی پای خودم بایستم. آخه این کجاش بده؟ من میخوام با زحمت و تلاش خودم بتونم پول در بیارم، چرا نمیفهمی؟ تو به چی این اعتراض میکنی؟ تازه برعکس، باید به من افتخار کنی. همش میری خونه اون مرد و میای به این افتخار کنم؟ هان این که جلوت وایساده فریده است، فریده ی چکاوک، حواست باشه چی از ذهنت میگذره. من اگه میرم خونه اون مرد و میام به خاطر درس دادن به بچه اون آدمی. پس نباید درس بدی، حرف من اینه. منم حرف تو گوش نمیکنم. فریده آخ، خوش اومدی آقا.
آقا سیف الدینم اومد. شما معطل نکنید. سفره رو بچینید. زود باشین. خوش اومدی. قبلا بودو بودو می اومدم خونه، همش منتظر بودم که کارم تموم شه و بیام خونه، ولی حالا پاهم یاری نمی کنن. مخصوصا امروز کشون کشون اومدم خونه. چت شده آقا سیف الدین؟ دیگه ما رو دوست نداری؟ خونوادت و خونت و من خیلی دوستتون دارم، خیلی. پس چت شده؟ امروز کامران اومد مغازه، حرف زدیم، گفت نجمیه حامله است. درسته. حال نجمیه چطوره؟ چطور باشه؟ میترسه، ناامیده. سرور خانمو میشناسی؟ سرور زن حاج امین. میخواد بچهشو بده به اون. میگه من این بچه رو نمیخوام. میگه نمیتونم بهش شیر بدم، نمیتونم براش مادری کنم. میترسه، میترسه ما بچهشو دوست نداشته باشیم. فریده فقط عروسک رو کم داشتی. فریده هیچ وقت دختری نبود که با عروسک بازی کنه. آره هیچ وقت. برای خودم درست نمی کنم که واسه گلچه درست می کنم. با عروسک بازی کنه و درس بخونه، وگرنه می خوابه. انگار خیلی از درس دادن خوشت اومده. آره یواش یواش دارم عادت می کنم. درس دادن به گلچه خیلی خوب و لذت بخشه. دلیلش فقط گلچه هست. از این حرفت اصلا خوشم نیمد والیس. فریده تو چته؟ دیگه شوخی هم نمیتونیم بکنی؟ فریده یه دقیقه بیا. الان میام ماسور. آدم نیستم اگه یه بار دیگه دهنمو باز کنم. با آقا کامران مشکل دارن. امروز بعد جوری دعوا کردن. رسمن داشت تو سالا فریده رو کشون کشون میبرد. یعنی اونم میره با سور الکسی درد دل میکنه؟ آره. از وقتی انگشتاق تو از دست دق آوردی حال میسیو کامران اصلا خوب نیست. زندگی خصوصیش و اینکه تو خونه چیکار میکنه به من مربوط نیست، اما تو مدرسه باید مراقب باشه. من میخوام با میسیو کامران حرف بزنم، اما بهتره تو هم بهش گوش زد کنی. باشه؟ بهش میگم ماسور. خیلی ازتون معذرت میخوام، اما قول میدم از این به بعد فاصلمو باهاش حفظ کنم. باشه باشه قبول میکنم. برو.
شب بخیر ماسور. شب بخیر. فریده چی شد؟ سور الکسی چی میگه؟ خصوصیه. شد اومدین دنبالم. تو مدرسه با راهبه ها مربی ها حوصله‌ام سر میره. آداب و معاشرت یاد میگیری دیگه، مگه بده؟ بعدش هم میای به ما هم یاد میدی. شما که خودتون یاد گرفتین، سر و وضعتون عوض شده. اما بهتون میاد. آدم حسابی بودین، من خبر نداشتم. آی من خیلی دلم براتون تنگ میشه. آخه واسه تو هم دلم تنگ میشه معروف. بی خیال. یا الله، ای وای بیچاره شدی. آخ ما تا حالا هیچ وقت از هم جدا نشده بودیم، عادت نداریم. میخونه هم که نمیتونم برم، میترسم تو مدرسه به گوشه کسی برسه. انگار امشب فقط من نیستم که قصه دارم. خب زود باشیم بیاین تو، در رو باز میذاریم هوا عوض میشه، بابام نمیفهمه. بشه بشه. نجمیا من چطور این کار رو با تو کردم؟ چطور ترس تو اون دل کوچیکت کاشتم؟ دخترم عزیز، خیلی خوب این دفعه میخوریم به سلامتی تمام انگشتای کوچیک پا که خوردن به پای میز. آره واقعا. و
منم به سلامتی ابروهای فریدم، به سلامتی سایه موشاش و به سلامتی خال کوچولوی تو کفه دست راستش میخورم. سلامتی. وای نوش جونت. راست میگی، مگه آدم وقتی از عشقش جدا میشه ناراحت میشه؟ واسه چی ناراحت بشه؟ هر روز این اتفاقا میفته. حق با توه. شما که جدا نشدی. نه، به سلامتی جدا نشدن از زندگی واقعی. فریده تو مدرسه به هیچ کس نگفته جدا شدین. به نظرت یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی هنوز حس میکنه متعلق به توه. جداییتونو به کسی نمیگه چون میخواد بازم برگرده پیشت. نه بابا تو هم. میخوای باور کن میخوای نکن، اما واقعیت اینه. تازه مگه تو خانوما رو بهتر از من میشناسی؟ یکم بهش فرصت بده کامران، میبینی که دوباره به هم میرسین. من مطمئنم. نه بابا، بازم امتحان خسته شدیم بابا. آره من خوندم. خیر باشه. چی داریم به هم دیگه میگی؟ خصوصیه. تو با من قهری؟ قهرم کنم که فرقی نمیکنه. به هر حال دیگه برات مهم نیست، ما رو به عنوان دوستت قبول نداری. هرچی باشه دوست همسن خودت پیدا کردی. سور الکسی، اون شبایی که اینجا بی صدا گریه میکردی من پیشت بودم، نه اون. هر وقت مشکلی داشتم سرمو میذاشتم رو شونه های تو. ولی الان تو چه کار میکنی؟ یه عالمه حرف بی خود میزنی و پر حرفی میکنی، ولی مشکلتو به ما نمیگی، با ما درد دل نمیکنی. حالا که ما رو به عنوان دوستت قبول نداری، پس ما هم همین کارو میکنیم. آره، شما دوستای من نیستین. شما هر کدومتون مثل خواهرای منین. تو رفاقت که مردوش شدی، حداقل تو درسا ترجید نشو. باز کن بخون ببین خانواده چیه، خواهر چیه، دوست چیه. اطلاعات زندگی رو بهت میگه درس اول.